این تصویر تصویری که از سخنرانی‌های پرشور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراینه. اینجا هم مجلس ملی کره جنوبیه. سئول 22 فروردین. اما یه بار دیگه به این تصویر نگاه کنیم. خیلی از صندلی‌ها خالیه. اونطور که گفته میشه از 300 نماینده فقط 60 نفر برای شنیدن سخنرانی آقای زلنسکی رفته بودند. این صندلی‌های خالی شاید تا حدی تصویر نمادینی میده از توجه به جنگ اوکراین تو آسیا یا حداقل فعلا تو بخش بزرگی از آسیا. البته تحریم روسیه و حمایت از اوکراین به شرق هم کشیده شده. ژاپن پیشروترین کشور آسیایی تو اعمال تحریم‌ها و فشارها علیه روسیه است. برخلاف کره، سخنرانی آقای زلنسکی در حضور پرشور نماینده‌های این کشور انجام شد. توکیو نه فقط تحریم‌های مالی و اقتصادی مختلف وضع کرده، بعضی از دیپلمات‌های روس رو اخراج کرده و صدها میلیون دلار کمک مالی و غیر مالی به اوکراین داده. کره جنوبی و تایوان، دموکراسی‌های دیگه آسیا هم تحریم‌های علیه روسیه وضع کردند. صادرات این کشورها به روسیه به خصوص فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل نیمرسان‌ها به وضوح کاهش پیدا کرده. اما هم ژاپن و هم کره جنوبی به تأکید گفتند که نمی‌خوان سلاح تهاجمی به اوکراین بفرستن. در ضمن داده‌های رسمی و آمار نشون میدن هر سه دموکراسی بزرگ آسیا فعلا به خرید انرژی از روسیه ادامه میدن. توکیو هنوز تو پروژه گازی ساخالین روسیه حضور داره. پروژه عظیمی که حدود 10% گاز مایع ژاپن رو تامین میکنه. حالا سری به کشورهای دیگه آسیایی بزنیم. روابط نزدیک رهبران چین و روسیه و مخالفت شدید پکن با سیاست‌های غرب چیز پنهانی نیست. تو جنوب شرق آسیا سنگاپور تنها کشور عمده‌ایه که تحریم‌های علیه روسیه وضع کرده. هند و اندونزی به صراحت گفتن قصد ندارن با غرب تو فشارها علیه مسکو همراه بشن. تایلند صریحاً گفته کشورش بی‌طرفه. ویتنام حتی تمرین‌های نظامی خودش با روسیه رو لغو نکرده. به جز این خیلی از کشورهای آسیایی حتی از انتقاد صریح و شدید از روسیه هم خودداری کردن. و خیلی از اونا تو شرایط اقتصادی بعد از همه‌گیری کرونا با نگرانی به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نگاه می‌کنن. موفقیت تحریم‌های غرب و توقف احتمالی صادرات نفت و گاز روسیه قیمت انرژی رو بیشتر از اینی که هست می‌کنه. کشورهای آسیایی که واردکننده انرژی هستند اون موقع با وضع اقتصادی به مراتب بدتری روبرو میشن. البته روابط خیلی از کشورهای آسیایی با روسیه فقط محدود به خرید انرژی نیست. از تأثیر مسکو تو روند جنگ و صلح در شبه جزیره کره بگیریم تا صادرات تسلیحات به هند یا ویتنام و تأثیری که البته تو توازن قوای این کشورها با چین داره. اخیراً روپا سوبرامانیا تحلیلگر هندی تو مقاله‌ای نوشته دفاع از اوکراین مسئله اول آسیا نیست. و اگه فقط به گزارش‌های رسانه‌های غربی نگاه نکنین متوجه میشین که یک سوم جهان تو این جنگ بی‌طرف مونده. البته بیراه نمیگه. اگه جمعیت جنوب و جنوب شرق آسیا رو به جمعیت چین اضافه کنیم به حدود نصف جمعیت جهان هم میرسیم. ولی آیا دولت‌های آسیایی واقعاً نماینده افکار عمومی مردمشون هستن؟ این البته پرسش جداگانه‌ایه. تو ماجد طاهباز، سئول.